رحیم متوجه شو، ما امی کاری که شما گفتی امو کار برات میکنم. درست علامت اسکایپ را میسازیم، اول یک پروژه است. میرویس متوجه شو، این امینجا آلت شیفت میگریم سلکا، این یک دانه دایره دراو کردیم. اگر صاف نیامد چی کار میکنیم؟ اینجا میمانیم ساده طریقه از همون طریقه که خود شما ساخته بودین دیروز گفتین. این امینجا تایپ میکنم 5، دمی پایرم نشته میکنم چی؟ 5، 5 در 5. اینمی یکی را ما چی کار میکنم؟ اینمی را آوردیم در این طرف کلیک میکنم و اینمی اینجا نوشته میکنم چند؟ 3، در پایانش هم نوشته میکنم 3. این را قرار دادیم در این قسمت، سلکو این در این قسمت قرار دادم و اینمی را دوباره این در این قسمت قرار دادم. خب سلکو باید متوجه شوی که چقدر که او طرف بیرون میگیری و چقدر کی طرف بیرون میگیری، یک مسئله. دو مسئله، ما که آل کار چی میگن از پیش خود یک کار کردیم، شما حتما گاید باید پرتی، یعنی گاید این خط میبینی که اینجا می آوردیم انداختی، اینو براش میگن چی؟ گاید. شما از گاید ها باید 100% استفاده کنی، چون این گاید ها شما را راهنمایی میکنه که شما چطور. حالا مثلا اگر من یک گاید دیگه از اینجا بگیرم در این قسمت پرتم و یک گاید دیگه از این قسمت در اینجا بگیرم پرتم، شما میبینید که این قسمت چقدر فاصله داره، اینجا چقدر فاصله داره، این نرسد که این طرف چقدر فاصله داره، این چقدر فاصله داره. باید شما این را بتونید از اینجا چی کنید؟ تنظیم کنید. یعنی بتونید هدف ما است که نمی شما این نرسد که این در این قسمت باید قرار بده. ببینید که این از وسط گرفتین، این هم از وسط گرفتیم. ما میخواییم که نمی نقطه مرکز سلکه، این نقطه مرکز در اینجا بیایه و نقطه مرکز در این طرف هم بیایه. خب حالا ما این را انتخاب کردیم، زمانی گفتیم انتخاب سر گزینه اولی کلیک میکنی و بعد آمده در قسمت ویو بگو گاید ها را برای ما نشان ندی. گاید که نشان ندی این میره تو یک دانه اضافه میمانه اینجا برای خود کارت میشه. یکی را تو گرفتی، یکی را گرفتی رنگ مثلا آبی داده به این شکل آمدی و پسل که در قسمت شادو این از اینجا گرفتیم، یک نه شادو برای زی دادیم، این اینجا یک شادو رو گرفتی تو به این قسمت یک شادو داری. شادو که دادی آله تو چیکار میکنی؟ آله اگر تو اینه میره آلت را زیر دیس خود بگیری، اینه میره خوردم بکنی، راست کلیک کنی، اینجا خود دوبلیکیت والا آمده، دوبلیکیت آمده. تو اینه میره که اگر تو اینمیر میج استفاده نکنی، اینمیر که بیاره در این قسمت بانه، چون از اینجا شما گرفتی دیگه ایره اینجا ماندی و اینمیر کلیدی اینمیر خورد کردی، سلکو این در این قسمت قرارش دادی و از این طرف هم شما ایره گرفتی خورد کردی و این قسمت قرارش دادی. حالا میشه که مثلا شما اینمیر یک دانه بردر سفید رنگ برش بده، نمین جمعدی یک بردر دادی مثلا رنگ چی دادی؟ رنگ سفید. خود اینمیر شما گرفتی این از این قسمت اینه میرم برایش یک سایه برش داده به این شکل که برجستگیش بیشتر شد. اگر این بوردر سفید نداشته بوردر ایج برش نمیده، که این بوردر ایج نداشته. کنترل زید، کنترل زید. اگر این از اینا استفاده میکنه، تو از این استفاده کرده، خب میشه که ما شکل را گرفتیم، این از قسمت یک دانه دایره دراو کردیم به این شکله. اینطور یک حالت ها دیروز داشت، من براتون گفتم که شما امورا رعایت نکرده بودین. اینه میره بالاتر ماندیم، این از قسمت ما ایره گرفتیم، کشیدیم، بردیم، اینه میره از اینجا کت کردیم. ایره از اینجا که بردیم در یک قسمت میبینیم کلانتر هسته، ایره چیکار کردیم؟ خوردش میکنیم و اندازه اینه میره که ساره به اندازه ایره میسازیم. مگر رنگ چی میتیم برشی؟ سفید میتیم. زمانی که رنگ سفید دادیم، این از قسمت از حالت ترانسپرنسی ما برای زی استفاده میکردیم. اگر حالت ترانسپرنسی رو نمیره دیگه هم کم میکنی، میبینی که دیگه هم محو میشه. اگر دیگه هم کم میکنی، حتی که این خط از اینجا معلوم نشه میشه. و پس شما انمی کره انمی خطی که اینجا داری انمی کره میمیره تو میت ساری اینیگه کرده اینجا که ما شما داریم من می ترانسپرنسی والا را انمی یکیست نه انمی یکیست نه ایره دوبلیکیت کو ایره پس در جایش بان ایره که در جایش ماندی این را از اینجا گرفتی و پس اینجا آوردی، میتونی که از این قسمت شما را روتیت کنی. روتیت کرده میتونی که در این قسمت هم در این طرف هم تنظیمش کنی. این را در این طرف بالاتر آوردی، پایانتر آوردی، به این شکل شما را میتونی که از این قسمت هم تنظیم کنی. یعنی او افکت هایی که مثلا پیش رفته داری داشت او را شما میتونی کار کنی. ایس را گرفتی این را اینجا تایپ میکنی ایس را و ایس را کلان کردی، ایس را کلان کرده بودی، از این قسمت ایس تم روتیت بود، شما ایس را در این قسمت قرار داده بودی و ایس تم رنگ چی داشت؟ رنگ سفید داشت. و
به این شکل یک چیزی هست، شما کدام قسمتش میگه نمیشد؟ نه به این شکل راحت تر هستی، با قلم هم میشه، دیروز ما کار کردیم. خب آمدیم سلکو درس ما، شما مینه ها را بخوانیم که می پروژه زیاد بسیار زیاد شده، مینه ها را بخوانیم که زیاد باستال نخوریم. میام در قسمت ایدیت، ما اینمی جگنه شکل میکشم سلک، اینمی چی است؟ چی است؟ اندو نکش، ریدو چی است؟ و پس بریم ما بیاره. ای چی است؟ ریپیت. ریپیت یعنی چی؟ تکرار. سلکو اینمی رو ما گرفتیم، اینجا یعنی یک دایره است، این دایره را در این قسمت مانده. این که انتخاب کردم در وسطش کلیک کو، این نقطه رو میبینی از اینجا؟ نقطه وسط ما کشتیم مثلا این ده اینجا من این ده این ده ای درجه ماندیم، درجه تعیین میکنم برای چی. بعد این از اینجا گرفتیم، این ده ای قسمت چند تا جور کردیم میره؟ دو تا جور کردیم نظر به این درجه. حالا ما رفتیم اینجا گفتیم ریپیت، کنترل آر 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 اینا میره. ما از اینجا سلکشن کردیم، رفتیم میتونم سر نمی کلیک کنم و میتونه گل جور کردیم. حالا میمیر کنترل زید بکن، اینا میره میتونه که نمیتونه کار بکنه، اینا میره میتونه که خب مختلفی خب زیاد زیاد کارا میشه امرایش کرد. اینا می خود یک کلان مقبول گل آمده، اینا میره شما کلان کنه. هدف از ریپیت است. خب اینا می ریپیت را باید بفهمی، کات را خب میفهمی. اینا میره انتخاب کرده گفته کات، دین می صفحه دیگه رفتیم گفتیم چی؟ گفتیم پیست. یعنی می رسل که دین اینجا برای ما شما باید چیکار بکنم؟ پیست کنم. اگر یک صفحه دیگه من ایجاد کنم، این می صفحه از اینجا انتخاب کردیم گفتیم چی؟ کاپی. و دین این صفحه رفتیم میره گفتیم که پیست، دین این صفحه میره پیست کنم. پیست اسپیشال خو می فهمی؟ پیست اسپیشال ما می خواهیم که این اینجا یک صفحه جور کنم، مثلا صفحه دوی ما یه چیز نیسته. نه ران نوشته کردم وین ورد، وین چی؟ ورد. ورد را در ورد یک چیز نوشته میکنم و بعد میتونه میره ارتباط بده. مساوی ران قوس واز یک بار قوس بسته انتر، کنترل اس کردم. خب کنترل اس کردم در صفحه دسکتاپ به نام یک ایره من سیوش میکنم. آره من چی کار میکنم؟ اینمی فایلی که اینجا هست به نام یک ایره را سرش راست کردی گفتیم کاپی. در ورد را در چی رفتیم؟ انمیس در پیست سپیشل فعال شده. پیست ساده میکنم یا پیست لینگ میکنم؟ شما در برنامه آفیس خواندی نیره؟ من میگم پیست لینگ. زمانی گفتم پیست لینگ، آل نمی چی میشه برای من؟ پیست شده این آمده در اینجی. لینگ به این معناست اگر آل من میاییم اینم اینجا کلیک میکنم، ای ورد را مسئله کردم گفتیم رنگ سرخ بتی و کنترل اس کردیم و پس زمانی که من میروم اینجا پاورپوینت کارال را باز میکنم باید رنگ سرخ اینجا آمده باشه. اگر نیامده باشه به این معناست که اینمی لینگ شما یا ارتباط شما که هست مینوالی هست، اوتوماتیک والا نیست. او را از کجا میفهمی؟ در ایدیت برو اینمی اینجا چی نوشته است؟ لینکس. سر لینکس کلیک بکن، اینمی اوتوماتیک هم بوده، چطور نیامده؟ بعد یک دفعه بگو اپدیت ناو، اپدیت ناو که گفتی کلوز. آیا رنگ سرخ شد یا نه؟ شما ایر مطمئن هستم که شما اینمی اکسپیس اسپیشال را به میتون حالت در برنامه ورد اکسل اینا خواندی، درست؟ دلیت را خود میفهمی دیگه. دلیت وظیفش اینه میسته که شما هر چیز را که نمی روی صفحه دراو میکنی، لکای میکنی، هر چی میکنی اونم را برای شما، شما زمانی که سلکت میکنی بگو چی؟ بگو دلیت برای شما دلیت میکنه. بگو دلیت برای شما دلیت میکنه. حالا آمدیم سر خیلی یک گپ مهم. اینه اینجا گزینه است به نام سمبول. ما در کورال دراو خیلی درسای استادا رو متوجه شدم قسمت سمبول را کار نمی کنم. نمی فهمم. مگر به نظر من این زیاد زیاد مهم آپشن است، قسمت سمبول. این صفحه را من دلیت کردم، این صفحه را من دلیت کردم، این صفحه را من دلیت کردم. در صفحه یک اسکایپی، اسکایپی را از اینجا انتخاب کردم توتالی دلیت کردم. آها اسکایپی را دلیت نمی کنم. اسکایپی را چی نمی کنم؟ دلیت نمی کنم. ای اسکایپی پیش ما یک سمبول است. ما کنترل جی کردم ایره، یعنی چی؟ گروپش کردم. ما اینمی سمبول کمپانی ماست. ما یک پرینتینگ پریس دارم، پرینتینگ پریس یک مطبعه، کابل پرینتینگ پریس. شما دعوت، کارت های دعوت، چی میگن، شادی، کارت های شادی، کارت های عروسی، کارت های نامزادی، کارت های نمیفهمم ختم قران میآید،
شاید در کابلش در پایان کارت نوشته باشه کابل پرینتینگ پرس یا مطبعه کابل، مطبعه هزار، مطبعه نمیفهم فلان نوشته کده میایه. نه ما اگر مثلا بخوایم امروز من در یک مطبعه کار میکنم، برای من 4 تا فرمایش یک جای آمده، ما میخوایم که اینمی آر یا لوگو در 4 تا صفحه بیایه. خب سالکو اینم اینجا اگر به شکل ساده ما یک ساده شکل دراو کردم، اینم میرم چند تا ظلمتم برش 6 تا، اینم میرم اینم اینجا دو تا جور کردم. سالکو من این یک را انتخاب کرده میرم در قسمت ایدیت و بالای سمبول من میگم که نیو سمبول، اینا برش نام میتیم و نام سمبول چی؟ به نام سمبول 1. اوکی کردم. شما اینا بفهم اینمی که من انتخاب میکنم اینی نقطه رو به نام نورت یاد میکنم. نورت اینمی چی است؟ سیاه است. سر کلیک میکنم نورت از چی است؟ آبی است. پس ما از اینجا میفهمیم که یک سمبول است. اینا من انتخاب میکنم، اینا برش رنگ دادم میتونم و اینا که انتخاب میکنم رنگ قبول نمیکنه چون یک سمبول شده ای. اگر تو میای در قسمت ایدیت و در قسمت سمبول زمانی من میتونم این رنگ میتونم که بگویم ایدیت سمبول. ایدیت سمبول که گفتم من میتونم که برازی یک رنگ تعیین کنم. اینا میره مثلا فرض کن از قسمت سایز برش بتیم کلید آلت را با کلید شیفت نگه داشته این دو تا جور کردیم، وسط زیر مثلا رنگ سبز دادیم. حالا اگر واپس بیایم در قسمت ایدیت بگویم که فینیش سمبول، ای به این معناست که نمی سمبول شما حالا که انتخاب میکنیم باز رنگ آبی داره. ایره دیلیت کو، ایرم دیلیت کو. خیر اینمی یکی رو شما داری، ای به عنوان یک سمبول است، تو میخوای در آخر هر صفحه بیای. صحیح. اینجا رفتیم در قسمت ایدیت سمبول. سلکو تو میتونی که زمان ایره در هر صفحه ببری که شما ایره اکسپورت بکنی به لایبراری سمبول. او لایبراری سمبول در کارل درا در مای کامپیوتر در درایو سی شما پروگرام چی را پیدا کن؟ کورل را پیدا کن. در داخل کورل سلکو اینمینجا شما سمبولز باید داشته باشی. چی باید داشته باشی؟ در پلاگینزش برو؟ نه اینمینجا باید سمبولز شما فیلتر دراو او سمبولز هسته باید سمبول شما اینجا داشته باشه. دیتا دیتا در میه قسمت ازی بنامه سمبولز در بالا هم نوشته کنیم. خیر است نوشته نکن اونجا، ما میخوایم از همینجا پیدا کنیم. خب خیر اینجا مطمئنا سمبول هست. خب سمبول هسته. ما چی کار میکنیم؟ ایره ما اکسپورت میکنیم به لایبراری، به لایبراری اکسپورت میکنیم. آمدیم در ایدیت رفتیم در سمبول، ما گفتم اکسپورت لایبراری. اینم این داخل سمبول است یا نه؟ من اینم اینجا نامگذاری میکنم به نام، به نام مثلا لوگو. ایره ما گفتم سیف، این سیف شد. دیگه صفحه ایجاد کردم، دیگه صفحه ایجاد کردم، دیگه صفحه ایجاد کردم. دینی می صفحه است، دینی می صفحه است، دینی می صفحه است، دینی می صفحه است، دینی می صفحه نیست، دینی می صفحه نیست، دینی می صفحه. 4 تا فرمایش یک جای گرفتیم. اینا ما الان انتخاب کرد اصل که رفتیم در قسمت ایدیت و بالای سمبول منیجر. در سمبول منیجر رفتیم، اینمی لوکال است، لوکال را باز کن، سمبول را باز کن، اینمی لوگو را باز کن، اینمی اومده اینجا نه. من چی میگم دست صفحه 2 میرم، اینمی را اینمینجا اینمی را از اینجا گرفتیم میکشم اینجا. ایره در اونمو جایی که او بود ایره در اون قسمت قرار میدم. صحیح؟ در صفحه 3 رفتم ایره از اینجا میکشم میارم اینجا ایره در اون قسمت قرار میدم. صحیح؟ در صفحه 4 رفتم ایره از اینجا میکشم میارم اینجا قرار میدم. اینی سمبول است. آره هدف چیست؟ هدفی است که اگر من میرم اینجا من در سمبول صفحه اول هستم. نه آره در صفحه اول من تغییرات میارم. سلکو در صفحه اول میرم در ایدیت سمبول، من این از اینجا میگم که ایدیت سمبول. اینمی رنگ وسط زیر من گرفتم رنگ، اینمی رنگ چی کردم؟ سرخ کردم. رنگ بوردر زیر گرفتم مثلا یک رنگ نارنجی کردم و ایره دوباره رفتیم در سمبولز و گفتیم که چی؟ فینیش سمبول. این تغییر آمد. آیا در اینی تغییر آمده؟ نه تغییر آمده؟ نه آمده. تا زمان تغییر دهی نمیاره که شما در مین سمبول تغییر نمیاره، در اون جایی که شما رو ثبت کرده. بعد بیا در قسمت ایدیت و برد سمبول، اینمی سمبول یک را که تو تغییرات آورده دهیش ای سمبول را انتخاب کن، ای سمبول را انتخاب کن، بگو که اکسپورت، ای را بگوی که اکسپورت لایبراری به نام لوگو و بعد بگو سیف و بعد بگو اوکی. حالا تو زمان که رسل میکنی خب اینجا کلیک کن، بیرون کلیک کن، اینجا کلیک کن، رنگ تغییر شد. شما سرنمیم کلیک میکنی، اینمی را کلیک کن. خب اینمی باید تغییر بیایه. خب کنترل زید، یعنی تبدیل
سل کو یک دفعه، چون ای در بین از اونا ارتباط هست یا نیست. اینجا کلیک بکن سر که سمبول برو، لینک هست یعنی بگو اپدیت فرام لینک، اینی میره انتخاب کن صحیح. بعد رفتین در اینمی قسمت سر سمبول، خب اگر نبود اینمی یک انتخاب کن، اینی میره برو در اینمی اینجا بگو اپدیت فرام لینک. اپدیت فرام لینک چرا؟ باید در اپدیت فرام لینک فعال باشه. خب تو رو که اکسپورت کردی نه؟ اکسپورت کردی. آها میفهمی چیه، بس در صفحه دو برو، صفحه دو رو انتخاب کن و بعد یک دفعه بگو در اینمی اینجا برو بگو اپدیت فرام لینک و علی تغییر خورد، در صفحه 3 هم تغییر میخوره، در صفحه 4 هم تغییر میخوره، در صفحه 5 هم تغییر میخوره. یک دفعه که شما این کارو کردی این در کل صفحه چی میشه؟ تغییر میخوره. این مورد استفاده عمومی همین سمبول است. شما میتونید لایبرری بریک، اگر بریک لینک بزنی به این معناست که ارتباط در بین زنا کس او قطع میشه، و اگر ریورس تو آبجکت بزنی به این معناست که نمی آبجکت تو پیشتر که انتخاب کردی چی بوده رنگش سبز، اگر ریورس بزنی به این معناست که ریورس واپس ایره به چی تبدیل میکنه؟ به مو آبی، یعنی برعکسش میکنه، ریورتش میکنه، حالت اولی یا حالت سبز براتون تبدیل میکنه. این فایده دیگه اینه میسته که شما حتی زمانی که اکسپورت میکنی اینمی کارل درا سبا ویندوزت خراب میشه، توی لوگو رو جور کردی، این لوگو مثلا فرض کن دوباره کارت میشه، اینو تو میتونی در درایو خود مثلا در درایو دی برنامه اینجا به نام لوگو CSL CSI ذخیره کنی، یا CSL CSI ذخیره کنی. حتی زمانی که دوباره واپس شما ویندوز نصب میکنی، کارل درا نصب کردی، این لوگو اگر کارت میشه واپس برو در ایدیت و اینو اینج کلیک بکن، بگو در سمبول منیجر اینو کلیک بکن، سمبول منیجر کنترل اف 3 این از اینج برو در سمبول اگونه مورا شما میتونه که در سمبول دوباره بیاری پرتی. درست؟ اینی مورد استفاده مجموعی سمبول هسته. دوباره گذشته از این سمبول ما دوبلیکیت داریم، دوبلیکیت داریم و کالون، هر دو تاشتر میخوانیم. در صفحه یک هستیم، ما یک دانه شکل اینجا درام میکنیم، اینمی شکل است سلکو، اینمی شکل ما یک رنگ دادم، رنگ سرخ صحیح؟ نه اینمی شکل را ما آمدیم سلکو در ایدیت رفتیم گفتیم چی؟ دوبلیکیت که ما کنترل دی میکنم دائم ازش استفاده میکنیم. حالا این دو تا شد نه؟ کالون رم که ما میگیرم سلکو، کالون رم ایره گفتیم کالون، اینی کالون رم در اینجا ماندم. شما ایره که فکر میکنیم فکر اینطور به این نتیجه رسته که هر دو یک کار میکنه، اما او رو که شما کالون میگیری کالون کده خود ارتباط داره، مگر این رنگ سبز میزنم او هم رنگ سبز شد، اما دوبلیکیت ارتباط نداره. یعنی ای هر دو آبجکت در بین خود چه داره؟ لینک داره. البته در دا یک داکومنت در دا صفحه اول در صفحه دوم اگر ما انتقال بدیم لینکش از بین برده میشه، اما ای یکی اگر تو رنگ سرخ میکنی رنگ سبز میکنی یا رنگ میکنی ارتباط نداره، مگر این رنگ میتوم اگر بردر میتوم اگر نمیفهم رنگ سیاه میتوم، و ای رو میبینی که هر دو تا بینشان ارتباط داره، چون شما ای رو چی کردی؟ کلون کردی. هر دو تا به ظاهر یک رقم معلوم میشن، اما اینی که از کدی آبجکت دیگه خود ارتباط پیدا میکنه، یکی ارتباط پیدا نمیکنه.